با سلام بر تمام دوستان گرامی، در این کلیپ میخوایم به شما در مورد سوختگی ها و اقدامات درمانی و یا کارهایی که باید فورا انجام بشه برای شما بیان کنیم. اگه بخوایم سوختگی تعریف کنیم، میگیم سوختگی عبارت از زاییات پوستیه که در زمانی که جلد من و شما در مقابل مواد گرما، مواد سرما، مواد کیمیاوی تشعشعی قرار میگیره به وجود میاد. پس سوختگی تنها با مواد حرارتی نه، بلکه مواد مختلفه نیز میتونه باعث سوختگی بشه. زمانی که پوست بدن من و شما در مقابل موادی که گفتیم قرار میگیره، به درجه‌های مختلف میتونه آسیب پذیر باشه. خب حالا بیاییم ما چی کارهای انجام بدیم و سوختگی چه قسمون تقسیم بندی میکنم از چی لحاظ، میایم همراه شما بحث میکنم. تا اینکه که در تعریف بیان کردیم، اگه بخواید سوختگی از لحاظ عامل تقسیم بندی کنیم، میتونیم بگیم سوختگی‌های الکتریکی، سوختگی های شیمیایی یا کیمیایی، سوختگی های حرارتی و تشعشعی، که از بین از این نوع تشعشعی معمولا آسیب کمتر و نوع شیمیایی و حرارتی آسیب های بیشتر وارد میکنه. پس بعدی، اگر زمان شما در مرض سوختگی با شعله آتش قرار گرفتین، هرگز نباید بدویم و هرگز نباید کسی که در حال احتراق شدن هسته بالای آن آب بپاشیم، چون در ترکیب آب خود اکسیژن وجود داره، باعث میشه که شعله آتش شعله ورتر کنه. مگر این که آتش کم باشه، آن وقت میتونیم بگیم استثناء هست. در غیر آن نباید ما و شما زمان کسی که در حال حریق شدن هسته و عامل حریق زیاد هست، یعنی آنچه که می سوزه و احتراق میشه خواص قوی داره و قوی هسته، آن وقت هرگز نمی توانیم آن را با مواد با آب خاموش کنیم. بهترین کار هر وسیله‌ای که بتونه کلن خفه بسازه و اکسیژن قطع کنه بالای آن میپوشانیم تا اینکه خاموش بشه. و اگر شما با سوختگی شما با مواد شیمیایی چسبیده هست، یعنی مواد شیمیایی در بدن، در هر قسمتی از بدن که باشه چسبیده، نباید هرگز کش کنیم. اگر قیر، پلاستیک و یا هر وسیله دیگه بر علاوه مواد کیمیایی چسبیده هسته، باز هم نباید ما کلن کش کنیم و همه قسم به مراکز صحی یا بیمارستان انتقال بدیم. مواد شیمیایی مختلف نیز باید سوختگی ها میشن. و بحث برق از حق داره که خود شدت یا آمپر برق بیشتر باشه، جریان برق زیادتر باشه، باعث میشه که سوختگی های ایجاد شده در ناحیه بیشتر بشه. تقسیم بندی بعدی ما در زمان سوختگی ها یا انواع سوختگی ها هست، سوختگی از لحاظ شدت و عمق است. طوری که شما در تصویر میبینید، دقت کنید، ما به صورت کل اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم، میتونیم بگیم که سوختگی به چهار بخش تقسیم بندی کنیم از لحاظ شدت و یا عمق. سوختگی درجه اول، سوختگی درجه دوم، سوم و چهارم. سوختگی درجه اول حالت یا زمان اطلاق میشه که دست یا ناحیه سوخته اما تاول ایجاد نشده. از لحاظ ساختمانی، از لحاظ ساختمان جلد اگه بخوایم ما بحث کنیم، در تصویر دقت کنیم، همین لایه اپیدرم آسیب دیده. سوختگی درجه اول سطح خارجی یا لایه بیرونی پوست آسیب خورده. سوختگی درجه دوم حالتی که کلن طبقه درم نیز آسیب خورده. و سوختگی درجه سوم بر علاوه پوست و عضلات نیز آسیب خورده. و سوختگی درجه چهارم بر علاوه که و عضله
و گوشت و عضله پوست آسیب دیده و استخوان‌ها نیز آسیب دیده. در بعد از کتب‌ها سوختگی درجه 4 به نام درجه 3 عمیق نیز یاد می‌کنند و بعد از کتب‌ها سوختگی به سه بخش شخصی بندی می‌کنند: درجه اول، درجه سطحی، متوسط و شدید، که همه از لحاظ مفهومی یکی هست و چندان فرقی ندارد. چی کاری ما انجام بدیم؟ اگر سوختگی درجه اول بود، پوست سرخ شد اما تاول ایجاد نشده بود، یعنی مایات در زیر پوست تجمع نکرده بود، میتونیم بهترین کار آب قرار بدیم. هرگز نباید ما استفاده از خمیردندان، استفاده از دوای آبی، استفاده از امثال موادی که در خانه ها استفاده میکنن ممنوع هست. چرا؟ چون مضریت یا اضرار آن به مراتب بیشتر از فواید آن هست. بهترین کار اینه که در زیر آب قرار بدیم. اگر آب جریان داشت یا آب به روی ناحیه میریختاندیم، باید آب به شکل جاری بشه، یعنی مستقیم آب نباید بالای زخم، بالای ناحیه آسیب دیده بریزه. بهترین آب هم آبیه که 15 تا 20 درجه باشه، زیاد سرد نباید باشه. آب ولرم یا هم بو شیرگرم بهترین آب هست. آب باید میشه که درد کاهش بده و همچنان نگذاره حرارت به انساج داخلی نفوذ کنه. در درجه دوم، اگر سوختگی ما درجه دوم بود طوری که شما در تصویر میبینیم، ما تاول هایی که ایجاد شده در صورتی که تاول نرفته بود، یعنی پست نرفته بود، یا چون باشه در درجه دوم میتونه حالتی باشه که پست کلن رفته اما عضله آسیب نخورده، بازم ما درجه دوم میگوییم. اما اگر تاول زده بود طوری که در تصویر میبینیم، تاول ها یا میتونه کوچک میتونه بزرگ باشه. بهترین کار، استانداردترین راه اینه که ما تاول ها با یک مواد، با خود ندل های سرنج یا هر وسیلی که استریل یا تمیز باشه سوراخ کنیم و بگذاریم که گاز استریل یا همو سجیل گاز بگذاریم. گازهایی که چرب هست یا گاز واسلین باید قرار ندیم. چرا؟ گازهایی که خشک هست یا سجیل گازها، اینا یکی از خاصیت هایی که دارن باعث جذب آب از زیر انساج هست، یعنی باعث میشه که وقتی ما سوراخ میکنیم و گاز استریل بالای اینها قرار میدیم، کم کم آبی که تجمع کرده میای بیرون و فردا یا شاید پس فردا کلن پوست خود به خود مقدار کنده میشه، باقی مونده با استریل پینس و قچی استریل شده باید کلن برداره. خب در غیر از او، استفاده از مواد آنتیسیپتیک مثل هایدروژن پروکساید یا آب اکسیژن و پایودین مجاز نیه، به استثنای حالتی که دست همزمان تاول زده و تاولها باز نشده و همزمان پوست پر از میکروب هست، پر از گرد و خاک یا مواد کیمیایی مضر هست، که باید ما خیلی با احتیاط با استفاده از پایودین و سیروم فیزیولوژی پوست شستشو بدیم و پس دوباره هم به سیروم پاک کنیم تا اینکه خود پایودین به داخل زخم و از اینکه باز میشه پوست قرار نگیره. اگر سوختگی شما درجه سوم بود، یعنی به عضله آسیب خورده بود، و یا درجه چهارم بود که یا همون درجه سه عمیق که میگین به استخوان آسیب خورده بود، حتمی و حتمی و مراکز درمانی باید مراجعه کنه. کدام سوختگی ها میتونه خطرناک باشه؟ سوختگی هایی که درجه دو، حتی درجه دو کمتر از 25%، در کل سوختگی درجه دو سه و حتی چهار، درجه دو سه چهار، اینا اگر از 25% بیشتر بسوزه میتونه خطرناک باشه. از کمتر از 25% زمانی که در قسمت صدر یا سینه باشه، در قسمت طرق تنفسی، طرق هوایی مثل دهن و بینی سوخته باشه، میتونه خطرناک باشه. به زودترین فرصت
به مراکز صحیحی باید انتقال داد. و موضوع بعدی که میخوام بیان کنم بحث تعیین فیصدی هست. اگر قانون کلی هست میگه که اندازه کف دست هر کس میشه 1%، اندازه کف دست هر شخص، یعنی اگر شما یا یک کس سخته، امو کسی که آسیب دیده، اندازه کف دست از او تقریبا میشه 1%. و روش دیگه هم هست به نام قانون 9 هست که در این قانون میگه که اگر یک دست در بزرگ سالان یا بالغین هر دو سمت بسوزه میشه 9%، اگر قسمت سر و گردن هر دو سمت بسوزه بازم 9% میشه، قسمت سطر 9%، قسمت بطن 9%. ببینید دقت کنیم، 9% قسمت بالایی میشه، 9% قسمت پایینی، 9 9 18 18، و همچنین قسمت کتف یا شانه ها میشه 9 9 میشه 18. یک روح یا یک طرف پا اگر بسوزه کامل میشه 9%، و اگر قسمت خلف یا پشت پا بسوزه بازم میشه 9%، 9 جمع 9 میشه 18، و قسمت تناسلی نیز میشه 1%. اگر بخوایم ما اینا کلا جمع کنیم در مجموع میشه 100%. این میگم قانون 9، چون اگر ما دقت کرده باشیم همه 9 هست و یه تنظیم شده هست. حالا میتونه استثناء باشه اشخاصی که دستاهای اینو بلند، دستاهای بلند دارن یا پاهای بلند دارن، و اما کلی بخوایم بس کنیم همین قانون صدق میکنه، میتونیم از روی از این ما فیصدی تعیین کنیم. بس در اطفال هست، در اطفال تفاوتی که داره در قسمت پاها و قسمت گردن هست. در قسمت گردن در بزرگسالان اگر کلا هر دو سمت قسمت سر و گردن میسوخت میگفتیم 9%، اما در کودکان 18% میشه. و قسمت پاها اگر یک سمت پا بسوزه میشه 7%، و 7% قسمت پشت پا، 7 و 7 میشه 14%. همه قسم فیصدی ها کسته تعیین میشه. قسمت فرینه یا تناسلی میشه 1%، در مجموعه بخواهیم میشه 100%. یا چون باشه که در اصل 13.5 هسته، اینجا 14 گرفته، برها چون نزدیک هست ما 14 میگیم. این بود از مبحث سوختگی. تشکر از اینکه ما دنبال میکنیم و منتظر کلپ های بعدی ما باشین. برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب کنیم. موفق و معید باشیم. اوقات خوبی داشته باشیم.